اولین کنفرانس علمی درباره زندگی مولای متقیان حضرت امیر علی علیه السلام در سالن اجلاس استانداری کربلا معلا با همکاری دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهر مقدس کربلا برگزار شد این کنفرانس شب گذشته شنبه با حضور دهها شخصیت رسمی نخبگان، اساتید دانشگاه، چهره های برجسته علمی، دینی و تاریخی با شعار امام علی علیه السلام مشکات حکومت و حکمت برگزار گردید. در حاشیه این مراسم پروفسور باسم از سعیدی، رئیس دانشگاه کربلا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری اخبارشی گفت هدف از برگزاری این کنفرانس آشنا شدن با اهمیت شخصیت امام علی علیه السلام و آشنایی بیشتر با نقش آن حضرت با بحرانها و مشکلات امت اسلامی در دوران ایشان است. وی ای در افزود در این کنفرانس یازده پژوهشگر مقالات علمی ارائه داده و به بیان نقش رهبری حضرت علی علیه السلام در ایجاد اصول و ارزشهای های اسلامی پس از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله پرداختند رئیس دانشگاه کربلا همچنین گفت در مجموع همه مقاله های ارائه شده را می در چهار محور یا موضوع گنجاند پژوهش های دینی و عقیدتی، پژوهش‌های های زبانی و ادمی و بلاغی پژوهش‌های های تاریخی و تمدنی و جغرافیایی و در نهایت پژوهش‌های های تربیتی و اجتماعی از سوی دیگر دکتر حسن حبیب الکریتی رئیس دانشگاه علوم انسانی دانشگاه کربلا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری اخبارشی گفت برگزاری این کنفرانس در چنین زمانی بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن مولا به ویژه در ایام شهادتشان تاکید می کند به عبزود، امام علی علیه السلام کوهی از ارزش و اخلاق اسلامی بودند و برای اجرای عدل و نشر ارزش های حق در بین امت اسلامی مشکلات زیادی را به تن خریدند و سختی های بسیاری را تحمل کردند